یه ویدیو گرفتیم راجع به چی؟ برند فوق‌العاده و کمپانی پارکر هانیوین، درسته؟ حالا یه دونه از برندهای جذاب دیگه هم توی همین قرار میگیری. یعنی چی؟ همینی که داری میبینی، دنیسون. سلام و عرض ادب، من یاسین نجفی هستم و اینجا استودیوی کمپانی یاینه. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. میخوام راجع به یه برند دیگه صحبت کنم. رسیدیم به بخش بیوگرافی پیج. طبق ویدیوهایی که داریم، این ویدیو یا امروز باید یه توضیحی بدیم راجع به چی؟ راجع به یکی از برندهای مطرح دنیا، نه بازار، واقعا دنیا. و برند قبلی که توضیح دادیم کمپانی قدر و خیلی گنده‌ای به اسم پارکره. این شرکت آمریکایی که همه توضیحات توی کلیپ‌های قبلی دادیم میتونید ببینید، یه سری شبه شرکتی داره که زیر نظر همین پارکر کار میکنن و میشه گفتش که خیلی فوق‌العاده است. توی همون کشور آمریکای عزیز، یعنی ایالات متحده آمریکا، یه برند دیگه تولید میشه به اسم دنیسون هیدرولیک. این شرکت برخلاف خود محصولات هیدرولیکی که با برند انحصاری پارکر میاد بیرون، جزو یه دسته‌بندی دیگه است که فقط تخصصی قطعات هیدرولیک رو تولید میکنه. از جمله قطعاتی که خیلی اسم در کرده و میشه گفتش که تو ایران، یعنی اسمش میاد، کیفیت رو تموم میکنه، پمپای پیستونی و پمپای کارتریجی دنیسون فوق‌العاده است. این پمپا میشه گفتش که جزو ابتدایی ترین پمپایی بود که تو ایران اومد و تا ماکسیموم 1000 بار رو میتونست تحمل کنه. خب یه دوره‌ای که این اتفاق افتاد خیلی جذاب بود، حرکت گنده‌ای بود. از اون موقع هم این اسمش مونده. به خاطر همینه که من تأکید دارم یک جنس درجه یک وقتی یک بارم بیاد توی یادها میمونه، هر چقدرم که بگذره باز اون برند جایگاه ویژه خودشو داره. و اما قطعات دیگه ای هم در کنارش هست، فقط پمپ نیست، از جمله شیربرقیاش، خود شیرهای پروفشنال و سرو ولوایی که فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده است. چرا؟ چون در کنار موگ و خود رکس رود، این ستا برند بی نظیرن توی صنعت هیدرولیک و میشه گفتش که بی نهایت دقیق و کالیبراسیون فوق‌العاده ای شدن. و اما کل قطعات سیستم های هیدرولیک چون تخصصی داره کار میکنه رو داره تولید میکنه. گفتم از پمپا بگی، پمپای دنده‌ای فشار قویش، پمپای پیستونیش و خود شیربرقیاش که بخوایم بگیم شیربرقی های حالت معمولی داره، دایرکشنال ولو، هم پروفشنال داره که تفاوت این دارم قبلا توی ویدیوهای قبلی خود کانال توضیح دادیم، میتونید برید ببینید. این برند فوق‌العاده، یه اتفاق جذابی که داره توش میفته اینه که فکر میکنید سالی چقدر درآمد داره این شرکت؟ طبق آماری که سال 2020 گرفتن، 128 میلیون دلار ناقابل درآمد و سود خالصشه. یعنی چی؟ یعنی اندازه یک شرکت، چی بهتون بگم، سوددهی داره، اندازه یک شرکتی که توی رده های اپله. چرا این اتفاق داره میفته با اینکه اصلا هیچ نامونشونی هم ازش نیستش؟ چون پس زمینه کار محصولات هیدرولیک داره قرار میگیره. به عنوان مثال شما یه دونه پرس هیدرولیک رو ببین، همه پرس هیدرولیک رو میبینن، قطعاتی که تو این پرس کار شده رو کسی بهش توجهی زیاد نمیکنه، میگن آها خوب داره پرس انجام میده. چون بک کار از این قطعات قرار گرفته شده، جای مانور بیشتری هم داره و فکر هوشمندانه ای که داشته این مدیر شرکت، اومده رفته آقا سراغ تولید یک سری محصولاتی که بی نهایت کاربردیه و 60% محصولاتش داره تو آمریکا میره. یعنی چیزایی که تو ایران میاد یه چیزای ناقصیشه. واقعا هم همینطوره. شما الان بری شیر پروفشنال دنیسون بخوای، شاید پیدا نکنی تو بازار، خیلی کم باشه. حتی خود ما میشه گفت پمپاشو به طور کامل نمیتونیم بیاریم. چرا؟ چون تحریمی. و دلیل این تحریمه چیه؟ میگم به حدی دقت بالایی داره که توی صنایع دفاع هم استفاده میشه از شیرهای پروفشنال. خب با یه برند دیگه آشنا شدیم. این شرکت باز هم میگم زیر نظر و جزو
خط تولید کمپانی بزرگ پارکره که خیلی توضیحات کامل دادیم توی ویدیوی قبلی. این دنیسونی که گفتیم میشه گفتش که علاوه بر آمریکا دیگه فقط آسیا رو نداره، همه جا شعبه داره. یعنی چی؟ یعنی تولید میشه، یعنی تو خود آمریکاش بگیر، تو خود آمریکای جنوبیش بگیر، این قطعات تولید میشه و فقط میشه گفتش که تو آسیا کمه. چرا؟ چون چین که قبضه کرده منتظر یه محصولی بیاد تا کپیشو بزنه، تو ایران هم که کلا هر چی بیاد یا استوکش میاد یا قاچاقی وارد کشور میشه. نکته مهم چیه؟ اگه تو هم دنبال یه محصولی با کیفیت هستی و این برند نظرتو جلب کرد، میتونی برای ثبت سفارش بیای با شماره‌های زیر تماس بگیری و یا بیای به پیج اینستاگرام ما سر بزنی، اونجا دایرکت بدی، هر کدوم که تو راحتی. منتظر ویدیوهای دیگه باشید. نکته مهم چیه؟ این قطعات هم مثل سایر قطعاتی که توضیح دادیم روی کده، یا کدشو بگو یا اون قطعه‌ای که خودت داری رو بگو، مشابهشو بچه‌های ما بهت پیشنهاد میدن از برند دنیسون هیدرولیک. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. نکته‌ای و سوالی هر چی بود بگید، تو ویدیوهای بعدی حتما بهش میپردازم. مرسی و خدا نگهدار.